تفسیری سوره تین. سوره تین در مکه مکرمه نازل شده است. این سوره آن را بیان میکند که ارزش و شرف انسان به دینش است و پستی و خواری او به بیرون شدن از دین است. بنابراین به مکانهای نزول وحی سوگند یاد فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون. سوگند به انجیر و زیتون، یعنی به انجیر و زیتون سوگند یاد میکنیم. از این رو که در این دو میوه فایده وجود دارد و در سرزمین مبارک فلسطین که پیامبران در آن مبعوث شده اند رشد و نمو میکند. و طور سینین. و سوگند به طور سینا، یعنی به طور سینا سوگند یاد می نماییم. به کوهی که الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام سخن گفت، آن مکان را با کلامش مشرف ساخت، چنانه که در مقدس بودن آن امتیاز پیدا نمود. و هذا البلد الامین. و سوگند به این شهر امن، یعنی سوگند به مکه که جای نزول وحی و رسالت است و سرزمین پیامبر صلی الله علیه و سلم است، آنجا که تولد شدند و پیامبر شدند و آنجا قبله مسلمانان گشت. بله، عیسی علیه السلام در سرزمین انجیر و زیتون زندگی داشت. موسی علیه السلام در طور سینا حیاتش را سپری کرد و محمد صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه تولد یافته اند. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. که ما انسان را در بهترین شکل آفریدیم، یعنی براستی ما انسان را به نیکوترین چهره، زیباترین شکل و بهترین سیما آفریدیم و قامتی برابر برایش عطا شده است. یعنی بعد از آن او را با کفر ورزیدن به جای خارتر از حیوانات و گمراهتر از چارپایان رسانیدیم و آتش دوزخ را جایگاه او قرار دادیم. از این رو که به الله یگانه قهار شریک می آورد. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. مگر کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن، پس آنان پاداشی پایان ناپذیر دارند. یعنی اما کسانی که ایمان آوردن و عملهای نیکو انجام دادن، پاداش بزرگ و نعمتهای جاودانی در بهشت پروردگار مهربان برای آنها مؤیا ساخت، همراه با پاداشی که قطع نمی شود و خیری که فنا نمی گردد. فما یکذبک بعد بالدین. پس ای انسان، بعد این همه چی چیز تو را به آن وادار میکند که جزای عملها را بر دروغ میشماری؟ یعنی ای انسان، چی چیز تو را سبب شده است که به زنده شدن بعد از مرگ و حساب عملها دروغ میپنداری؟ بعد از آن که دلیلهای واضح از کتاب و سنت برای این دلالت مینماید و الله تعالی بر جمع آوردن مردم برای ثواب و عقاب توانا است. الیس الله بأحکم الحاکمین. آیا الله بهترین حکم کنندگان نیست؟ آیا الله سبحانه و تعالی نیست که روز قیامت را مقرر داشته تا در اموری که مقدر کرده تصرف و تدبیر نموده، امر و نهی فرموده است، حکم کرده و خبر داده است و با عادل ترین راه حکم نموده است؟